سلام. سلام سارا سحری همه رو به صرف چله پاچه دعوت کرده. سارا؟ اسمش ساراست. نمیدونی چه دختریه. یه پارچه گله، یه دنیا خانومه. وقتی راه میره پرندگان آسمون وای میسن تا صدای راه رفتنشو گوش کنن، و وقتی حرف میزنه از دهنش گل میریزه بیرون، و وقتی گریه میکنه مروارید به جای عشق میاد بیرون. اینا رو از کجا فهمیدید؟ نفهمیدم، حد زدم. حتی اسمشو؟ نه 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 اسمشو نه علی آقا حرف زد، با من صحبت کرد. چی گفت؟ خب اسمشو دیگه. سلام دایی جون. سلام. کله پاچه دوست داری؟ نمیدونم. بیومن وجود سارا سحری کله پاچه میخوری؟ بله سارا. اینو بگیرش. بدش من. یواش همه رو بیدار کردی. الان همه باید بیدار باشن. سارا خوابه. ده؟ خوابه؟ من دخترایی که تا لنگه های زور بخوابن اصلا دوست ندارم. لنگه زور کدوم؟ سحره. سلام. سلام. این دیگه چیه؟ کله پاچه. کله پاچه؟ تا 10 دقیقه دیگه خونه ما. برو عقب نفتی نشی. تشریف بیارید. صاحب تشریف بشید. علی کله پاچه چه مزه‌ایه؟ خب مزه‌ی کله پاچه دیگه. آها متشکر. باریکلا سارای عزیز که سحری بیدار شدی. خوابت که نمیاد ها؟ حتما؟ خب همه حاضرین؟ ما خیلی وقته که حاضریم. خب بدون سارای عزیز قبول کنین که امکان پرده برداری نبود. حاضری سارا جان؟ خب بفرماییم. سارا عزیزم نترس، ما میخواییم اونو. آخه یه کله درسته رو میذارم تو ظرف؟ من میخواستم ببینه. من فقط میخواستم قبول کنید که تو را عجیبی با آدم نگاه میکنه. من دیشب کلی براش از گاوا و گوساله ها گفتم، خوشش اومد. خیلی خوب عزیزم، عمو لطفی نمیخواست تو رو ناراحت کنه. اون کلی زخ کرده بود که امروز صبح تو یه صابونه درست حسابی میخوری. من خیلی ترسیدی؟ طفل معصوم، دیگه هیچ وقت نمیذارم بترسی، هیچ وقت عزیزم. تو چی؟ من نمیخوام بیام. اونجا که کسی نیست، اونجا عمو لطفیه، عمو علیه، خاله مریمه. مگه تو اونا رو دوست نداری؟ دارم. آهان نه دیگه اون اونجا نیست، انداختیمش دور. دیگه هیچی نیست اونجا که تو رو اذیت کنه عزیز دلم. حرف منو باور میکنی؟ خیلی خوب سارا بگو ببینم، ما اون شب که تو رو دیدیم تو اونجا چی کار میکردی؟ ها؟ به من بگو عزیزم. نمیخوای حرف بزنی؟ خیلی خوب، اگه دلت نمیخواد حرف بزنی حرف بزن، من مجبورت نمیکنم که تو حرف بزنی. سارا جان تا
تو دیگه منو دوست نداری؟ ببخش، من فکر میکردم تو اون غذا رو دوست داری. دوست ندارم، باور میکنی؟ بارکلا دخترم. معلوم نیست این طفل مظلوم چند وقت تو هوای سخت و تاریکی تنها بوده، ولی من از یه چیز مطمئن هستم که این بچه پدر و مادر داره و مطمئن هستم که اونا اون شب با هم بودن. از کجا مطمئنی؟ یعنی اونا رو گم کرده؟ اگه اونا رو گم کرده بود قاعدتا بیشتر از هر کسی به فکر اونا بود. ولی تو فکر اونا نیست. چرا هیچ حرفی از اونا نمیزنه؟ اونا ولش کردن؟ نه، از پیش اونا فرار کرده؟ یعنی اونا رو دوست نداره؟ یا فکر میکنه اونا دوستش ندارن؟ روی بدنش هم جای کبودی چند روزه بوده. یعنی کتکش زدن؟ فکر میکنی جای زخم چی بوده؟ گرسنه؟ آخه چرا گرسنه؟ طفل معصوم چند وقت تو خیابونا سرگردون بوده؟ آخه میشه؟ اگه اینطور باشه خیلی ترسیده، بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم ترسیده. علی، یعنی لوکتش از اونه؟ چرا پدر مادرش دنبالش نیستن؟ شاید براشون اتفاقی افتاده. خب چه اتفاقی؟ نمیدونم. پس در این صورت فامیلا باید الان دنبالشون باشن. ببینم مریم، اگه ما با کسی تماس نگیریم چه مدت طول میکشه که کسی سراغ ما رو بگیره؟ من هر هفته به احفاظ تلفن میکنم، اونا هم همینطور. خب پدر مادر منم گاهی هر روز، گاهی هم 3-4 روز شده که تماس گرفتن و ما نبودیم یا تماس نگرفتن. خب پس تا چند روز طبیعیه ها؟ خب آره. پس هر اتفاقی افتاده تو این چند روز افتاده. کدوم اتفاق؟ سب کن. ببین، در چه صورتی آشنایان گمان نمی کنن که برای تک تک افراد خانواده اتفاقی افتاده؟ خب در صورتی که مطمئن باشن اونا با هم هستن. باریکلا، یا گمون کنن اونا با همه. خب آره، حالا میشه از اینا به یه نتیجه کوچیک رسید. که چی علی؟ اول فامیلا دنبال اونا نیستن چون فکر میکنن که اونا با همه. دوم پدر و مادر سارا دنبالش نیستن چون اتفاقی براشون افتاده. سوم سارا در اثر این اتفاق دچار فراموشی شده که احتمالش خیلی کمه. چهارم، و یا در اثر این اتفاق فکر میکنی که اونو نخواستنش یا کنارش گذاشتن که احتمالش هست. پنجم، از خونه فرار کرده که اگه اینطور باشه باید دنبالش باشن. و ششم، اون یه دختر ولگرده که احتمالش تقریبا محاله. خب نتیجه این که حالا میشه از یه جای ماجرا رو شروع کرد.
ببینم تو امروز نمیخوای بری شرکت؟ نه اول میرم خونه آقای لطفی، بعدم میرم پیش جناب سروان. از کتم متشکر. قابلی نداشت. سلام. سلام آقای لط. بفرمایید ببینید چه خبره. سلام علی آقا، میخوای امتحان کنی؟ بعدم نمیاد. پس کفشاتو درآور بیا امتحان کن. چشم. یالا بده خودم لطفا بگی چی شد؟ چی شد؟ سارا جان، علی آقا چی شد؟ دیدی که کمال بابا، صد دفعه گفتم خونه جای این کارا نیست. علی آقا مسی که از شدن به ما نیومده. بیا خدا خیلی رحم کرد. آره بیا ببینم پات خورده شیشه نره. عیبی نداره هرچی شد، فدای سرت، خودم جارو میکنم. امروز دیگه بازی نمی کنیم. مگه عمو جون ندیدی اسبایی که انتخاب کردی چه دستگالی باب دادن؟ امروز که کمال اصلا نذاشت من به کار و زندگیم برسم. منم به گاوام نرسیدم. چطور؟ امروز نشستم فکر کردم دیدم منم بد جوری چسبیدم به گاوام. مگه زندگی همش گاوه؟ من که خیلی وقت به این نتیجه رسیدم. من آخه میخواد بره پیش گاوا. باشه یه روز میبرمت خوب تماشا کنی. همه با هم یه روز میریم پیش گاوا. خب حالا برو به کارات برس که منم بیام اینجا را حسابی جارو کنم. بودو عزیزم. به نظر من جناب سروان مشکل سارا میتونه در محدوده همین شش حالتی باشه که چند لحظه پیش خدمتتون عرض کردم. به هر حال دیر یا زود بستگان این دختر باید سراغش رو خواهند گرفت. ما هم توی مدت میتونیم در جستجوی والدینش باشیم. بله. تو چطوری به این همه نتایج رسیدی؟ خب معلومه با ارزیابی شواهد و اطلاعات قاعدتا ما باید به همچین نتایجی میرسیدیم. بله اینطوری امید زیادی هست که هرچه زودتر به نتیجه برسیم. بله. خب بله ما هم به چنین نتایجی رسیده بودیم. جدی میفرمایید؟ بله. پس این وسط فقط ماییم که بدون هیچ گونه نتایجی به نتایجی نرسیدیم. من از شما خیلی متشکرم که پیگیر ماجرا هستید. راستی حال سارا چطوره؟ خیلی خوبه جناب سروان. امروز صبح من و عمو علیشو کرده بود اسبو یه نفس میتازید تا بالاخره اسبا افتادن تو دست انداز و به خیر گذشت. خدا خیلی رحم کرد جناب سروان. بله بله دختر بچه ها خیلی زود جای خودشونو باز میکنن. بله همینطوره. من همین الان میگم حوادثی که در این هفته اتفاق افتاده پیگیری کنن تا مواردی که با موضوع ما ارتباط داره جدا کنن تا تحقیقات دقیق تری روش انجام بدیم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. باید بگم این مسئله ممکنه مدت‌ها طول بکشه. طول بکشه؟ بله. راست میگی؟ بله. Thank you.
من هنوز متعجبم که تو چطور به این همه نتایج روشن رسیدی. چطور مگه؟ در واقع چطور بگم، میدونی این مسئله اونقدرام عجله نیست. عجله نیست؟ من فکر میکنم سارای ما سارای ما؟ منظورم اینه سارا ما رو دوست داره و این باعث میشه میتونه به آرامشی که احتیاج داره برسه. در واقع چطور بگم علی آقا؟ چی آقای لطی؟ من فکر میکنم سارا کسی رو نداره و لازم نیست ما کسانی رو با عجله براش دست و پا کنیم که. میدونی چی داری میگی آقای لطفی؟ آره نه، یعنی درست مثل بچه هایی هستم که اسباب بازی یکی دیگر رو برداشته، میدونه باید این اسباب بازی رو پس بده، در این حال خیلی هم براش سخته. هر کسی باید اسباب بازی خودش رو داشته باشه. بله هر کسی باید اسباب بازی خودش رو داشته باشه، ولی من چون خودم علی آقا خواهر من یه تخت و مقداری اسباب داره که مدتیه به دردش نمیخوره، من فکر کردم بریم اونا رو بیاریم و برای سارا یه اتاق خواب بسیار خوب درست کنیم. منم کمکت میکنم آقای لطفی. شرکت نمیری؟ نه، امروز روز ساراست. پس روز سارا. شما درد نکنه. خیلی خوب. آها خوب، اینم از این. چرا که نه؟ میخواد چه کارش کردم؟ اینجاست، بفرمایین. اینم یه میخ، حتما چکش هم میخوایی که بفرمایین. اینم چکش. قابل نداره سارا جان. بزن؟ بارکلا سارا جان. سارا تو مدرسه میرفتی؟ کلاس چندم هستی؟ اول. خب اسم مدرسه‌تون چیه؟ خب تو سارای چی هستی؟ سارا جان به من نگاه کن، حتما تو هم یه فامیلی داری.
خب؟ به من بگو تو سارای چی هستی؟ خب هر وقت دلت خواست به من بگو که تو سارای چی هستی؟ باشه؟ ها؟ خب حالا گلتو چه رنگی میکنی؟ صورتی واری کلمو خسته نباشین خیلی ممنون کارا خوب پیش میره؟ بهتر از این نمیشه کارتو بکن ساره چم واری کلا از خط نظری بیرون اینم که صداش بلنده ایوا چرا تلویزیون رو خاموش کردی؟ با صدای تلویزیون که سارا نمیتونه درس بخونه الان چند وقتی اینا اون تو هم؟ نمیدونم ولی من میدونم یه ساعت و 16 دقیقه و 27، 28، 29 حالا شد 30 ثانیه خوب نداره آخه یه ساعت و 16 حالا شد 17 دقیقه هم آدم به یه بچه کلاس اول درس میده مگه علی آقا خودش دست و مش یعنی کار نداره زندگیشون ول کردن اومده اینجا اصلا یکی نیست از آدم بپرسه خودت میخوای بهش درس بدی یا نه زرپی میرم به بچه مردم درس میدن خب مگه چه عیبی داره؟ همش عیبه محبت و استاد میفته به دل شاگرد خب همش میگه خب پس ما چی؟ آه حسودی میکنی آخه به من میاد حسود باشم حالا که هستی؟ میخوام بگم ما پیداش کردیم چی میگی کمال؟ خب اگه اونا میخوان برن واسه خودشون پیدا کنن اگه من بهش درس دادم برو نشون بده سر خانجون اینو من که کشیدم چقدر قشنگی چی هست یه درخت با یه گنجش حالا عمو میخواد به هم خونه یاد بده دی کمال آفرین خیلی قشنگ کشیدی برو از عمو علی هر چی دلت خواست یاد بگیر برو عزیزم برو قربونت برم یعنی چی که هرچی دلت خواست یاد بگی پس ما چی؟ یعنی ما هیچی بهش یاد ندیم کمال الان اون یکی پیداش میشه آخه مگه خودشون خونه و زندگی نداره خواهرزادته باشه رفت آمد فامیلی هم حدی داره بفرما انگار موش آتش زدن کمال برای بعد از افطار برای سارا جون کیک پختم آه چه عالی مگه کیکم بلدی بپزی آره دایی جون وقتی زری اومده بود تهران ازش یاد گرفتم آها مردم عجب کاره ای که نمی کنه چی؟ هیچی مریم جون چرا وایستادی بیا تو حالا چرا وایستادی بیا تو سارا کجاست؟ میخوام کیکو بهش بدم سارا حالا اصلا از کجا میدونی که سارا کیک دوست داره؟ ازش پرسیدم دایی جون گفت دوست دارم از یه علی بچه هم حرف میکشن چی گفتی؟ هیچی گفتم حالا کیک چی هست؟ کیک سیب کیک سیب؟ تا اونجایی که ما میدونیم سارا فقط کیک ساده دوست داره راست میگه من این نه بابا مریم جون دایی داره شوخی میکنه مگه نه کمال آره بابا حرفای من همش شوخیه مگه چی؟ مگه اینکه جدی باشی تازه اونم معلوم نیست مگه نه من این چی باید بگم؟ خب بگو بله توجه سارا خانوم نقاش کوچولوی ما مریم تو کی اومدی؟ تازه اومدم بودو سارا بودو بارو نقاشی تو به عمو لطفی نشون بده ببینه چیکار کردی بودو عمو
خونه است. به چقدر تو خوب میکشی دختر. امو علی یادم داده. فقط خونه که یادت دادن یه کمی غلطه. تو تهرون که ما شیروانی و دودکش نداریم، خونه های تهرون یه طور دیگه. میخوای خودم یادت بدم؟ من اینطوری دوست دارم. خب البته اینطوریشم خیلی خوبه. اتفاقا منم اینطوریشو بیشتر دوست دارم. میبینی من تو چقدر شبیه به همیم؟ بارکلا بارکلا. سارا جون، برات کیک سیب پختم. کیک سیب دوست داری؟ آخ جون مک جون دوست داره. خب معلومه. دایی جون دیدین دوست داره؟ دیدم. خیلی خب، پس بفرما شما بشینید، من پیش دستی و چای بیارم کیک رو بخورید. الان دیگه وقت خوابه. خب سارا جان چی رو وقت خوابه؟ بفرمایید بشین، خواهش میکنم. منظورم بچه هست. خب سارا جان به عمو علی و خاله مریم شب بخیر بگو، برو مسواکت هم بزن و برو بگی بخواب. بچه ها باید سر ساعت 8 دیگه خوابیده باشن. برو عزیزم. آقای لطفی، مثل اینکه ساعتتون خرابه. اتفاقا ساعتم درسته، الان درست سر ساعته. چرا هفته؟ نکنه خرابه؟ اتفاقا خیلی هم درسته. جدی؟ بله. حالا آقای لطفی با چایی موافقین شما؟ من نمیخورم چون میخوام زود بگیرم بخوابم. کمال میگم زوده، قبول کن. خب چون زوده پس میخوریم. کمال! بله. خب سارا جان، کیک و چایی قبل از خواب اصلا خوب نیست. نخورم. حالا امشب و که چون خاله مریم زحمتشو کشیدن بخور، ولی اینو من به عنوان یه مسئله کلی مطرح کردم. متوجه هستی که؟ خب علی آقا خسته نباشی، این دودکش این ساختمون چرا عموده به شیروانی؟ هرچی دوده که میره تو ساختمون. چی شد اینجا؟ سارا کشیده، مهندسش هم خودش بوده. آها خیلی قشنگه. نمیدونم امشب تو همون حسی که من کردم کردی؟ چه حسی؟ حس کردم آقای لطفی دوست نداره ما به سارا کوچولو محبت بکنیم. چی میگی علی؟ درست مثل این میمونه که تو یه چیزی پیدا کرده باشی و دوست نداشته باشی کسی اونو ازت بگیره. ولی سارا که مال اونا نیست. ها؟ گاهی آدم میخواد فراموش کنه که چی یه چیزی حقش نیست. ببین علی، من فکر نمی کنم اینطوری باشه. اونا یه خورده خسته و عصبی هن. خب روزای سختی رو داشتن. نمیدونم، فقط امیدوارم کاری رو بکنن که عاقلانه باشه. در غیر این صورت روزای سختی رو در پیش دارن. میخوام یه چیزی بهت بگم سارا جان. البته این یه نصیحت کلیه، اینو باید همه بچه ها بدونن، حتما به تو هم گفتن. میخوام بگم بچه ها باید متوجه این باشن که محبت اونایی رو قبول کنن که در واقع چطور بگم، یعنی ممکنه خیلیا با آدم محبت بکنن که نباید به اونا توجه بکنه، بلکه محبت اونایی مهمه که
در واقع همیشه مهمه و بچه های کوچک و دوست دارن، ولی بچه های خوب اونایی رو باید دوست داشته باشن که همیشه اونا رو دوست دارن و خیر و صلاحشون رو میخوان. متوجه شدی چی گفتم؟ خودم هم متوجه نشدم، ناراحت نباش. خب دیگه بگی بخواب. خوابای خوش ببینی. خداحافظ. گاهی وقت آدم یه چیزی رو نداره، به نداشتنش هم عادت میکنه، بعد خودش رو به یه چیز آریه‌ای سرگرم میکنه. آدم درسته این کارو بکنه؟ منظورت چی؟ منظورم من و توییم. اگه من بچه‌ام این حرفا کدومه؟ امشب همش میخواستی یه چیزی رو وانمود کنی و بهم تلقین کنی که من چنینم و چنانم و چطورم که اونطورم نیستم و واقعیتم نداشت. گاهی اوقات آدم گوشش بدره که کی زنگ میزنه و سفر کردش از راه میرسه. مگه قرار کسی بیاد؟ بالاخره دیر یا زود پیداشون میشه. و همه کارهایی که ما کردیم همش هیچ میشه و میره. من و تو هم آریه ای هستیم. همش تقصیر این علی آقاست. امروز رفت تمام راه حلا رو گذاشت رو میز جناب سروان. آخه یکی هم نبود بهش بگه اصلا به تو چه. آخه یعنی پدر و مادرش پیدا نشن؟ آره نه اصلا به من چه. ولی کمون یادت باشه که هرچی محبتت به اون بیشتر بشه جدایی ازش سخت‌تره، برای اون هم سخت‌تره. آره میدونم. محبت که شیر نداره، هر چقدر خواستی بازش کنی. اگه من دختری مثل اون داشتم نمیذاشتم یه لحظه از کنارم دور بشه، چه برسه به این که یک کوتن ها تو خیابونا سرگردون باشه. اگه سارا سارای ما بود کاری می کردم غیر از خنده هیچ چیز دیگه ای رو لباش نیاد، چه برسه نتونه حرف بزنه و یا بدتر
نخواد حرف بزن. من این براش سن اون هنوز خیلی زوده که مرز سکوت بگیره. من خیلی دوستش دارم، دست خودم نیست. مگه میشه یه پرنده معصوم و دوست نداشت؟ هیچ وقت فکر نمی کردم بتونی حسودی کنی. یعنی من آدم نیستم؟ حلیمه، 10 دقیقه دیگه. آخه؟ آخه نداره. اینو بگی امروز چند شنبه امروز جا. امروز میریم بیرون، اصلا میریم پارک. پارک؟ مقاومت میکنی؟ اونم جلوی دخترم؟ منظورم سارا بود. نه مقاومت نمیکنم. اتفاقا امروز من و مریم مونده بودیم کجا بریم. گفتم که ببین برات چی گرفتم. نه ترس، شیرزن باش دختر. حلیم بابا، حلیم بیا بکن. بوی دارچین، روغن خوب، گندم، گوشت، بکن. بهشته مگه نه؟ بهشته یا حلیمه؟ شد 5 دقیقه. نفتی نشی دختر. خیلی خوب. مریم خانم سماور رو خاموش کن. این پیاز چی شد بابا؟ دایی جون امان بدین. چشم الان. زودتر. سارا جان تو تا حالا پس کباب پختی؟ نه. شامی؟ نه. کباب؟ نه. آش؟ نه. پلو؟
نه. خورشت بادم جون؟ نه. خوراک مرغ بریون؟ نه. نه قافیه کم آوردیم، عوضش کن ریتمو. چه ریتمی؟ نمیدونم. نمیدونم. خب این یکی خیلی ساده است، حتما پختی. دلمه برگ کلم. نه. حتما خوردی. نه. پس تو زندگی چیکار کردی؟ نه. شما بد نگذره. چرا بد بگذره؟ خیلی هم ممنون. اینا چی اینجا گذاشته؟ خب خوب کنم. نه 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 من خودم باز میکنم، هیچکی از جاش جم نخوره. دستاتو کثیفه. با آرنجم باز میکنم. گل مجبوره. خب اینم بذاریم. بله سلام. سلام. منزل آقای لطفی؟ بله بفرمایین. ببخشید من عموی سارا هستم.